بسم الله الرحمن الرحیم. معسین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس چهارم فصل پنجم مضمون اساسات دیجیتال خوش آمدین. موضوع درس ما، عنوان درس ما عبارت است پیاده سازی تمام جمع کننده، یعنی مدار تمام جمع کننده توسط دو نیم جمع کننده و یک گیتی اور. محسن عزیز، ما قبلا رابطه با مدار ترکیبی تمام جمع کننده بحث کردیم و فهمیدیم که تمام جمع کننده سه ورودی داره و به دو خروجی تبدیل میکنه. دو خروجیش، یکش حاصل جمع بود، دومش رقم کری. وقتی که ما بخوایم یک تمام جمع کننده را توسط دو نیم جمع کننده و یک گیت اور به دست بیاریم، ما کدام موضوعات حاحت داشتیم؟ وقتی میه که ما بخوایم یک تمام جمع کننده را پیاده سازی بکنیم از دو نیم جمع کننده و همچنان و یک گیت اور، ما دو معادله را در نظر بگیریم. یعنی خروجی ما دو معادله داره، دو تابع داره. یک تابع ما ایس است و دوم تابع ما سی هست. ایس ما از اکسکلوزیو آر سه متحول به وجود میاد. خب دقت بکنید محسن عزیز، معادله خروجی ایس ما، یعنی حاصل جمع ما، از اکسکلوزیو آر سه متحوله به وجود میاد. به این معنی که زید اکسکلوزیو آر با چی؟ وای اکسکلوزیو آر با اکس. یا بهتر بگویم که زید اکسکلوزیو آر و اکس اکسکلوزیو آر با زید. حالا اگر ای را بخواییم که با وجود بیاریم، معادلش با وجود بیاریم، پس اس ما مساوی میشه. خب دقت بکنید محسن عزیز، اول یک حد خود ای را قرار میتیم و یک حد خود ای را قرار میتیم. میگم که زید زبر ضرب ایرم در حالت اکسکلوزیو آر شه ساده میسازیم، به این معنی که اکس وای زبر جمع اکس زبر وای جمع زید زبر جمع. ببخشید چون زید زبر را در اینجا گرفتیم، لازم نیست دیگه دوباره زید زبر بگیم. زید زبر جمع اکس وای زبر جمع اکس وای زبر کل زبر. وقتی ما بخوایم دو متحول از حالت اکسکلوزیو آر بیرونش بکنیم، به این معنی که این حد اول باشه، این حد دوم، حد اول زبر، حد دومش که این باشه، در حالت سادهش نوشته میکنیم و در وقتی جمع میتیم، چون اکسکلوزیو آر گیت آر است، حالت دومی رو به حالت تابع امو من ترم اولش یا ترکیب اولش به حالت خودش، ترکیب دومش به حالت زبر قرار میدیم. خب دقت بکنین محسن عزیز، ما اکس وای زبر جمع اکس زبر وای کل زبر چگونه میتونیم ایره ساده سازی بکنیم؟ به خاطر که این رابطه خود ما ساده سازی بکنیم، از قانون دی مورگان استفاده میکنیم. از چی؟ از قانون دی مورگان. اکس وای زبر، با این معنی که ای حتی میخواییم ساده سازی بکنیم، اکس وای زبر جمع اکس زبر وای کل زبر. ببینین آقای دی مورگان گفته بود که وقتی دو متحول در حالت جمع توسط یک متمم باشه، این مساویست به حاصل ضرب هر متمم به حالت خودش.
حاصل ضرب هر متمم به حالت خودش. حال دقت بکنین که ایر چگونه ما شما میتونیم داشته باشیم. ما شما میتونیم که بگویم که x y به ایمانا x y زبر کل زبر ضرب x y زبر کل زبر از حالت جمع به ضرب تبدیل x زبر y کل متمم. حال این دو حد خود باز هم از قانون دی مورگان ساده میسازیم که متمم کلی در حالت ضرب مساوی است به متمم هر حد در حالت جمع. x زبر جمع y دو زبر y دو زبر دیگه خدا میگیم که x دو زبر جمع y زبر در حالت خودش. خب دقت بکنین آل محسن عزیز، ما در قانون جبر بول خواندیم که x دو زبر مساوی به x است، y دو زبر مساوی به چیست؟ مساوی به y است. پس نتیجه میگیریم که x زبر جمع به جای y دو زبر y میمانیم، ضرب به جای x دو زبر خود x میمانیم، جمع y زبر. حال ایره ضرب میکنیم با هم، x زبر ضرب x مساوی میشه به x زبر، x ضرب x زبر ضرب x مساوی میشه به x ضرب x زبر جمع y ضرب x x y، چون قانون جابجایی یا تبدیلی است مشکل نیست. ببخشید، x زبر ضرب x x x زبر، این دفعه x زبر ضرب y میگم x زبر y زبر جمع y ضرب x x y جمع y ضرب y زبر y ضرب y زبر مساوی میشه. باز هم نظر به قانون جبر بول ما داشتیم که محسن عزیز x x زبر مساوی به صفر، y y زبر مساوی به چیست؟ صفر. ما پس x x زبر ما مساوی به چیست؟ صفر جمع x زبر y زبر جمع x y جمع y y زبر ما صفر. پس در کل مساوی میشه با میگم که x y جمع x زبر y زبر. پس این همه قوانینه که ما در نظر گرفتیم و ساده کردیم به خاطر رفع متمم ای دو ترکیب ما بود. پس محسن عزیز حال طور ساده میسازیم که S مساوی میشه، ای را با هم ضرب میکنیم توسط ای، یا اول ای را نوشته میکنیم X Y زبر جمع X زبر Y جمع زاید خود را میگیریم، به جای ای را نوشته میکنیم که X Y جمع X زبر Y زبر، حال ضربش میکنیم S مساوی میشه زاید زبر جمع زید زبر ضرب x y زبر مساوی میشه به x y زبر زید زبر جمع زید زبر ضرب x زبر y زبر میشه x زبر y زید زبر جمع. این خلاص شد. این دفعه زید خود ضرب زید ضرب x y میشه x y زید جمع زید ضرب زی x زبر y زبر زید. این معادله اصلی ایسا ما چی کردیم؟ دریافتیم. حال ای به اساس چی به وجود آمد؟ به اساس این معادله خودش نشان میده که یک معادله اکسکلوزیو آر است که چند ورودی میتونه داشته باشه؟ سه ورودی میتونه داشته باشه. حال معادله ای سی را به وجود میاریم. سی به ایمان رقم کری
رقم کریم ما میگه که زید ضرب x y زبر جمع x زبر y. زید ضرب به این معنی که اکسکلوزیف آر دو متحوله، پس جمع x y نتیجه میگیریم، ضربش میکنیم آله، اینه که ضربش کنیم، زید ضرب x y زبر کنیم میشه x y زبر زید جمع زید با x زبر y بکنیم، x زبر y زید جمع x y. ای معادله مساویست با چی؟ رقم کری یا سی ما. پس وقتی که ما میگیم در یک مدار تمام جمع کنند در توسط دو نیم جمع کننده و یک گیت اور بدست بیاریم، قیمت S یا حاصل جمع ما به اساس این معادله به وجود میاد، به اساس این معادله، و قیمت کری ما به اساس این معادله به وجود میاد. معزن عزیز که در تشکیل مدار وقتی ما میخواییم مدار خود تشکیل بکنیم، مدار تمام جمع کننده را توسط دو نیم جمع کننده و یک گیت اور، باید ما دو نیم جمع کننده داشته باشیم و یک گیت چی داشته باشیم؟ اور داشته باشیم. خب دقت بکنین عالم حسین عزیز که ما مدارش را به وجود بیاریم، معادلش را به وجود آوردیم، مدارش را به وجود بیاریم. گفت که دو تمام جمع کننده را یک مداری ترکیب شه با اساس دو نیم جمع کننده و یک گیت اور چی میکنیم؟ با وجود میاریم. حال یک نیم جمع کننده را که قبلا ما براتون ترسیم کردم باز هم چی میکنیم؟ ترسیم میکنیم. خب متوجه باشین x y دو متحول داریم و متحول دیگه ما زید است. زید در اینجا ترسیم میکنیم چون مدار ما خوب تر ترسیم شود. x y داخل گیت چی میشه؟ گفتیم وقتی نیم جمع کننده صورت میگیره که یک اکسکلوزیو آر داشته باشیم و یک گیت اور داشته باشیم، گیت اند داشته باشیم. ببخشید محسن عزیز، خب باید منو که x exclusive r y و همچنان یک گیت چی؟ گیت اند باید داشته باشیم، قبلا هم تعریف کردیم در نیم جمع کننده که x ضرب y است. این یک نیم جمع کننده. خب دقت بکنین این را میگم که چی؟ یک نیم جمع کننده، یعنی ساحره به صورت نامری قیدش میکنیم، نیم یک نیم جمع کننده. نیم جمع کننده دیگه خود چه قسم به وجود میاریم؟ از خروجی ای و متحول چی؟ متحول زید باز هم یک گیت اکسکلوزیف آر چی؟ اکسکلوزیف آر به این معنی که زید اکسکلوزیف آر اکسکلوزیف آر وای و همچنان گیت اندشه چه قسم با وجود میاریم؟ محسن عزیز خوب دقت بکنین، گیت اندشه از نتیجه اکسکلوزیف آر و متحول چی؟ زید داخل گیت چی؟ اند داخل گیت چی؟ اند به این معنی که اکسکلوزیف آر وای اکس وای با چی؟ با زید ضرب چی؟ زید. حال ما چون
تمام جمع کننده را بارز مذرد یک گیت اور داشته باشیم. پس نتیجه XY خود توسط ای گیت دیگه داخل یک گیت اور مندازیم. داخل گیت چی؟ اور مندازیم که میگم X exclusive Y ببخشید که زیدم داره، زید جمع با چی؟ XY جمع XY که ما رابطه چی رو داشتیم؟ این رو مسایب کری که قبلا ثبوت کرده بودیم و سی ما مسایب S ما مسئول به ایری بود که زید اکسکلوزیف آره اکس اکسکلوزیف آره چی؟ وای و ای هم دیگه نیم جمع کننده ما این دیگه نیم جمع کننده و یک گیتی چی؟ اور. ای عبارت از مدار ترکیبی چی؟ تمام جمع کننده توسط دو نیم جمع کننده و یک گیتی چی؟ اور. درس ما با منجا به پایان رسید. پیروز و موفق و کامگار باشین. تشکر.